شهردار رودی جولیانی و فرماندار هواردین. در برخورد با رژیم ایران، حقوق بشر باید در اولویت قرار داشته باشد. مقاله مشترک در رول کال. رژیم ایران جای ثابت خود را به عنوان ایجاد کننده مشکلات در صحنه بین المللی حفظ کرده است. وقتی نگرانی بر سر برنامه هسته‌ای رژیم ایران به طور موقت فروکش می کند، نگرانی در مورد دخالتش در کشورها در منطقه ظاهر می شود. وقتی این نگرانی ها فروکش می کند، حمایت دولتیش از تروریسم در مرکز صحنه قرار می گیرد. سرکوب و نقض آشکار حقوق بشر، ابزار اصلی حکومت رژیم، یک مکان دائمی در فهرست نگرانی هاست. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای حقوق بشر در اواسط ماه مارس اعلام کرد که رئیس جمهور جدید رژیم ایران حسن روحانی نتوانسته وعده های انتخاباتی خود را برای بهبود وضعیت حقوق بشر برآورده کند و اعدام های صورت گرفته توسط رژیم افزایش شدیدی را نشان می دهد. بر اساس گزارش‌های مستقل سازمان ملل متحد، 2/3 از 687 اعدام تایید شده در ایران در سال 2013 از جمله اعدام‌های سیاسی در دوران ریاست جمهوری روحانی صورت گرفته است. امسال هم وضعیت بهتر نبود. 180 اعدام که بسیاری از آنها به صورت علنی به اجرا گذاشته شده است. حلق‌آویز کردن مردم در میدان‌ها و اماکن عمومی وحشیانه است. این اقدامات برای ارعاب یک جامعه خشمگین و سرخورده است که آخوندها هیچ راه دیگری برای مهار کردن آن ندارند. میل به تغییر در ایران فراگیر است، به ویژه در میان زنان که به عنوان شهروندان درجه 2 با آنها رفتار می شود و جوانان که امید چندانی ندارند که خواسته هایشان تحت حکومت آخوندها برآورده شود. ما این امر را به طور مستقیم در حضورمان در اولین کنفرانس جهانی انجمن جوانان ایران در پاریس چند هفته پیش شاهد بودیم. انبوهی از این ایرانیان جوان، تحصیل کرده و با استعداد به تازگی ایران را ترک کردند و با وجود همه محدودیت‌های اعمال شده توسط آخوندها، تماس‌های خود را با همسن و سال‌های خود در ایران حفظ کردند. آنها از ما خواستند به دولت ایالات متحده این پیام را منتقل کنیم که ایرانیان از حکومت مذهبی حاکم خسته شدند و روحانی را به عنوان عنصری برای تغییر نمی بینند. آنها همچنین خواستار قاطعیت در برخورد با حاکمان تهران شدند. با این حال به طور تأسف باری قاطعیتی که آنها خواستار آن بودند گروگان مذاکرات هسته‌ای شده است که در پشت تصمیمات سخت توسط رژیم تهران گیر کردند. سیاست ضعیف در برابر رژیم تنها آن را برای تشدید سرکوب، ادامه حمایت گسترده از دیکتاتور سوریه بشار اسد و برای کشتار مخالفان خود، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ لیبرتی در عراق تشجیع می کند. کلید فهم اسرار رفتار رژیم ایران تشخیص این موضوع است که ما با یک رژیم بسیار تضعیف شده و بحران زده مواجهیم. مدتی قبل رده‌های بالای رژیم یک واکنش ریاکارانه به قطعنامه پارلمان اروپا نشان دادند. قطعنامه‌ای که به شدت به بی‌توجهی کامل رژیم ایران به حقوق بشر انتقاد کرده بود. واکنش مشابهی به حمایت نمایندگان پارلمان اروپا از مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران که در اوایل ماه آوریل از پارلمان اروپا دیدار کرد به وضوح نشان می‌دهد که حکومت آخوندی با وضعیت شکننده خود نمی‌تواند کوچکترین لرزش جامعه بین‌المللی را تحمل کند. خامنه‌ای چند سال پیش به مقام‌های رژیم هشدار داد که بی‌صبری و اضطراب جوانان یک بمب ساعتی برای رژیم خواهد بود. در طول مذاکرات هسته‌ای در ژنو در ماه نوامبر فرانسه نشان داد که نه اروپا و نه آمریکا از داشتن یک موضع قاطع ضرر نخواهند کرد. اما ارائه امتیازات به رژیمی که
مصالحه بزرگ در برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را به عنوان جام زهر و حقوق بشر را به عنوان پاشنه آشیل خود می‌بیند، تنها تهدید امنیتی برای ایالات متحده و اروپا را تمدید و اشتیاق مردم ایران را برای دستیابی به دموکراسی و آزادی به تعویق می‌اندازد. آمریکا باید خود را به این اصل متعهد کند که حقوق انسانی دیگران نباید قربانی منافع دیپلماتیک زود گذر شوند.